محمد جواره اکبره این روزنامه‌نگار و دین پژوه از پاریس و مهداد درویش‌پور استاد جامعه شناسی در دانشگاه ملاردالن سوئد با ما هستند. به هر دوی شما آقایان خوش آمد میگم و اگه اجازه بدین بحث رو با آقای اکبره این شروع کنم. آقای اکبره، با اتفاقاتی که در سوئد رخ داده و حالا دانمارک، بار دیگه موضوع آزادی بیان مطرح شده. بسیاری به ویژه در غرب معتقد هستند که آزادی بیان باید تا حد نهایت وجود داشته باشه. چقدر فکر می‌کنید این تعریف میتونه کارساز باشه؟ وقت شما بخیر. فکر میکنم که بسیاری از این تعبیرها و تعبیرهای روشنفکران، تلاشهای روشنفکران و بسیاری از قوانین حقوقی و قضایی و مدنی در دنیای جدید به خاطر کم کردن رنج آدمها بنا نهاده شده. اگر نگاه کنیم به گذشته های دور، اونقدر آدم ها از نبودن آزادی بیان رنج بردن، از پاره ای از احکام دینی و پاره ای از قواعد سنتی گذشته رنج بردن و طبیعتاً روشنفکران اومدن، بحث هایی رو مطرح کردن، حقوقدانان آمدن، قوانینی رو مطرح کردن که از این رنج ها کم بکنن. اما من الان نگاه میکنم، مثلا میبینم که فرض کنید که قوانین جاری در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی میگه که شما آزادید، آزادی بیان دارید، ولی مرز نفرت پراکنی قومی، نژادی و مذهبی رو رعایت کنید. من فکر میکنم این حدی که گذاشتن اتفاقا در راستای همون کم کردن از رنج آدم هاست. یعنی اگر آزادی بیان بشه، این امکان رو پیدا بکنه، شرایطی پیدا بکنه که به نفرت قومی، نژادی و مذهبی دامن بزنه، به نظرم نقض غرض کم کردن رنج آدمیان. آقای درویش پور چه فکر میکنین در مورد آنچه آقای اکبر این گفتن؟ من تعبیرم از قوانین این نیستش که برای الزاماً کاهش رنج همه انسان ها تدوین شده، چون یک بیانی میتونه موجب رنج گروهی بشه در حالی که گروه دیگری رو شاد بکنه و لازم هم نیست حتما حوزه دینی و مذهبی داشته باشه، بلکه بخشی از حقوق انسانی به عنوان حق خود را بیان کردن و متحقق کردنه. از این نظر به گمان من هرچی طبیعتا آزادی بیان از دامنه گسترده تری برخوردار باشه مثبت‌تره. در این زمینه سوئد یک استثناست در جهان، حتی در جهان دموکراتیک، و اجازه بدید بگم حتی از بارها توسط سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته، به خصوص از طرف کمیسیون منع تبعیض نژادی، به دلیل اینکه حقوق بشر دو پایه اساسی داره: به رسمیت شناختن حق برابر انسان‌ها و در این آزادی بیان و تشکل و عمل. اگر این دوتا حق در مقابل همدیگه قرار بگیره، رو یا رو بشه، چه باید کرد؟ از نظر سازمان ملل میبایست در واقع شأن برابر انسان ها، حق برابر انسان ها به رسمیت شناخته بشه، آزادی بیان تا جایی موضوعیت داره که این رو به زیر سوال نبره. از این منظر نژاد پرستی مثلا ممنوعه توسط سازمان ملل. اما سوئد هر نوع محدود کردن آزادی بیان رو یک نوع در واقع تهدیدی علیه آزادی ها میبینه. البته قانون منع تحریک و نفرت پراکنی در سوئد شیوه ایست برای مقابله با آنچه که سازمان ملل متحد مطرح کرده در اون راستا. اما اجازه بدید بگم خیلی محتاط‌تر این عمل میکنه در این زمینه و سعی نمیکنه به سادگی فقط چون یک آزادی بیان موجب رنج دیگران بشه اون رو منع کنه. ببینید نادرست بودن یک عمل درویش پور، اجازه بدید من به شما برگردم راجع به همین کاهش رنج تعدادی از آدم‌ها، برگردم به آقای اکبرین. ما در مواردی بودن که این در واقع به رنج تعدادی آدم‌های دیگری منجر شده، مواردی بوده از تکفیرها در مورد
آدم‌های عمدتاً مذهبی رو داشتیم. در ایران در دوره خمینی اعضای نهضت آزادی رو به دلیل مخالفتشون با قصاص خود آقای خمینی مرتد خواند. در دوره خامنه‌ای هاشم آقاجری به دلیل روایت متفاوتش از واقعه کربلا حکم اعدام گرفت. فکر نمی‌کنید این تعیین حد و مرز برای آزادی بیان دست حکومت‌ها یا صاحبان قدرت رو برای محدود کردن آزادی بیان در راستای بقا یا منافع خودشون باز می‌ذاره؟ بله موافقم. ضمن اینکه وقتی میگیم کاهش رنج آدمیان منظورمون نوع آدمیانه، یعنی نوع آدمیزاد در جهان رنجش کمتر بشه، وگرنه شما اگر نفرت پراکنی نژادی هم بکنی ممکنه یه عده خوشحال بشن یه عده ناراحت بشن، اگر نفرت پراکنی قومی هم بکنن یه قوم دیگری که از این قوم بدشون میاد ممکنه اونا خوشحال بشن. بنابراین وقتی میگیم کاهش رنج نوع آدمیان مد نظرمون، این یک نکته. نکته دوم این که مستقیم به سوال شما برگردم، اتفاقا مسئله همینه که تا وقتی که پاره ای از قوانین دینی و به جامونده از عهد سنت انسان ستیزه، دیگران به خودشون میگن که شما چطور به خاطر مثلا عوض کردن یه دین اجازه کشتن آدم به خودتون میدید؟ ما اجازه سوزوندن کتاب به خودمون ندیم. یعنی بخشی از مسئولیت این ماجرا به عهده دینداران و به عهده راویان و مفسران و قاریان کتب دینی است. تا زمانی که آیات و احادیث و روایات و قوانین انسان ستیز در ادیان عقب نشینی نکنه به نفع انسان، قاعدتا طرف های مقابل هم با خودشون خواهند گفت که اگر شما برای انسان ارزش قائل نیستی، ما هم میتونیم برای کتاب و کلمات ارزش قائل نباشیم. آقای درویش‌پور، به شما برمیگردم. بعضی از این قائلان به حرمت دین و عقاید مذهبی از لزوم حفظ امنیت روانی صحبت میکنن، آقای اکبرین هم بهش اشاره کردن. به نظر شما میشه با استدلال‌هایی مثل حفظ این در واقع امنیت روانی اصل آزادی بیان رو به نوعی محدود کرد؟ ببینید من دو تا نکته بگم. یکی این که اگر استدلال جناب اکبرین درست باشن، خب مثلا کاریکاتور حضرت محمد رو یک دانمارکی کشید یا کتاب سلمان رشدی موجب رنج بسیاری و آزار بسیاری از مسلمانان شد، بعد آیا ممنوع بشه؟ یعنی ما نمیتونیم رنج رو اصلا استدلال درستی نیست به گمان من، برای اینکه همونطور که به شما به درستی گفتید به نوعی تفسیر بردار میکنه حوزه آزادی بیان. آزاد بودن یک عقیده به معنای مناسب بودن آن عقیده نیست. من به عنوان یک فعال ضد نژادپرست فعالانه و قویاً محکوم میکنم هر نوع کتاب سوزانی، قرآن، تورات، اصلا بحث نداره. این نفرت پراکنی، این تعصب رو دامن میزنه، این اصلا مخالف صلح و امنیت و رواداری است. این یه بحثه، اما اینکه ما حوزه این رفتاری که شما به درستی اشاره کردید، دو استانداردی رفتار بسیار از رهبران اسلامی، کشورهای اسلامی که در برابر مثلا اگه کاریکاتور محمد کشیده بشه میتونن بزرگترین اعتراضات رو بکنن یا حتی فتوای قتل برای سلمان رشدی داده بشه به نام اینکه مثلا رنج مسلمانان رو در بر داشته، درست آزار اونها رو، در حالی که خودشون میتونن هر کسی که نظر دیگری داشته باشه دگراندیشی رو به شدت محکوم بکنن. ببینید خانم، من اشاره‌ای که کردم بر سر اینه که ما قطعا برای نه امنیت روانی بلکه برای امنیت سیاسی، چون مسئله امنیت هم یک نکته ایست که باید به طور مشخص در نظر گرفت، ما بسیاری از راه حل هایی رو باید در پیش بگیریم که از یک سو تعصب رو کاهش بده، افرادگرایی رو کاهش بده، اما این رو با هرچه بیشتر محدود کردن به اصطلاح آزادی بیان، شاید محدود کردن آزادی بیان آخرین کاریست که باید به اون انجامید، یک مبارزه فعال علیه نژادپرستی و برای کاهش تعصبات دینی و قدوسیت‌گرایی به نظرم راه موثرتریست. آقای اکبرین، چقدر فکر میکنید خیشتنداری در مورد اتفاقاتی مثل آنچه در سوئد یا دانمارک افتاده اونطور که آقای درویش‌پور اشاره کردن موضوع رو از حساسیت خارج میکنه و شاید جاذبهش رو برای کسانی که این کار میکنن کم میکنه و به نوعی از افراطی‌گرایی دورشون میکنه؟ اتفاقا عدم مدارا با
دیگری و دیگران هست که نقطه ضعفی است، که اون وقت بسیاری از این اتفاقاتی که میفته بناش و بنیانش روی همین نقطه ضعف گذاشته میشه. یعنی مثلا اگر طیفی از دینی یا مذهبی یا آیینی یا قومی یا نژادی ببینن که پیروان دین و مذهب و قوم و نژاد دیگری نسبت به پوچکترین تعرض به باورهای اونها و عقاید اونها هیچ مدارایی به خرج نمیدن، اگر روزی بخوان آتش جنگی رو در واقع بیافروزن، از این نقطه ضعف استفاده میکنه. ضمن اینکه ماجرا اصلا از وضعیت تراژیک افزودن رنج آدمها به وضعیت کمیکی رسیده. الان مثلا طرف مقابل میاد کتاب تورات و انجیل رو آتیش میزنه در مقابل آتیش زدن قرآن. خب واسه آتیش زدن قرآن چرا ایراد داره؟ میگفتن به خاطر اینکه اسم خدا توش مقدسه دیگه. خب مگه اسم خدا تو تورات و انجیل نیست؟ مگه اونا مقدس نیست؟ یعنی وضعیت به یک حالت کمیکی هستن رسید. و آقای درویش پور خیلی کوتاه اگه میتونید یه جنبندی داشته باشین، حدوداً 30 ثانیه وقت داریم، بفرمایید. ببینید قطعا ما برای حفظ امنیت، برای در واقع جلوگیری از این تبلیغات نژادپرستانه، برای مقابله با رشد بنیادگرایی اسلامی نیازمند گسترش رواداری دینی، عقیدتی و سیاسی هستیم. اینو همونطوری گفتم، الزاماً با محدودیت و ممنوعیت بیشتر قانونی همراه نخواهد بود، گرچه فکر میکنم سوئد ناگزیر خواهد شد در قوانین خودش بازنگری مجددی رو انجام بده، ولی آزادی بیان هر چی بیشتر حفظ بشه بیشتر به کمک رواداری میاد تا آنکه بخوایم با محدود کردن آزادی بیان قابل تفسیر کنیم. محمد جواد اکبر این روزنامه‌نگار و دین پژوه و مهرداد درویش‌پور استاد جامعه شناسی در دانشگاه ملاردالن سوئد